با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 29 ماه سپتامبر و 7 ماه مه. بقیهش هم به درد ما نمیخوره. از این که بگذاریم، یک سریال دیدم، یک کانالی هست در اروپا، کانال گوگوش مشهوره، حالا من نمیدونم اسم واقعش چیه. کانال گوگوش یک چیزی درست کرده از اوضاع احوال سابق و چگونگی انقلاب. دو تا از اینها رو من دیدم، خوب ساخته. تا 70%، 30% مالکشی البته هست، پنهان کردن حقایق البته هست. اینها برخواسته از اینا که محقق نیستن، که اینها یه چیزهایی رو دنبال میکنن، اینها رو میگوین کارکنان چسب و قیچی. بنده میتوانم از آقا محمد خان قاجار مثلا فرض کن، یا پادشاهی آقا محمد خان قاجار یه چیزی بسازم، چه فکر کنید عیسی مسیح بوده؟ بله، اون همون گوگوشه. خدمتتون عرض کنم که این است که چسب و قیچی، یعنی شما نگاه میکنید به این تیف، یه قیچی دستتون هست، یه مقداری چسب، میگید این تیکش رو میندازیم دور، اینجا رو به اینجا چسب میکنیم، این تیکش هم قیچی میکنیم، چسب میکنیم، میشیم مورخ مثلا، مثل کتاب هایی که مینویسن اینا مورخ چسب و قیچی هست. اینجا هم چسب و قیچی بود. یه نمونهش خدمتتون عرض میکنم. وقتی تهران رو نشون میداد در روزگار سابق که چنین بود و چنان بود و اینا، خب این تهرانی بوده، خیابونه نمیدونم کریم خان زن داشته، بالای شهر داشته، ونک داشته، حلبی آباد هم داشته. تو حلبی آباد داشته چیکار کردی؟ خوردی بابا؟ و بعد این دروغ شاخدار که ایران به وضعی ثروتمند شده بود که کشورهای اروپایی، این عبارت اون آقاست، از ایران آمدن وام گرفتن. نه پدر، کجا هستی؟ خوابی پدر جان؟ باج میداد شاه سابق در اون روزی که این پولی که شما اشاره کردین که 1 بیلیون داد به انگلیس، 1 بیلیون به فرانسه، و بعد آمد 150 میلیون دلار به انور سادات بود داد برای سد اصفهان. اینها بنده فیلمش رو دیدم، اگر بگردم من پیدا میکنم. خبرنگارا برسن آقا شما یک کشور بیچاره هستین، مردمتون بیچارن، اقتصادتون ورشکسته است، این چه پولیس میدهید؟ فرمودن ما موظفیم جلوی کمونیست رو بگیریم. اون 1 بیلیون دلار هم که میدونه، دولت انگلیس که خواستار قرض نشد از ایران، دولت فرانسه که نیامد قرض بکند. اون زمانی که شما در جوشتری صحبت میکنی دوست محترم، فیلم ساز، درآمد سرانه ایرانی 800 دلار بوده، همون زمان درآمد فرانسوی حدود 30,000 دلار بوده و انگلیسی. این که کشورهای اروپایی برای گرفتن، نه، باج میدادیشون به اینها. کارخونه لیلان از چیز نجات داد، عرض میشود که از ورشکستگی. خود ایشان داوطلب بودن که پول بدهن، اونم به بخشای خصوصی میدادن. دولت فرانسه نیامد اپلیکیشن لون بذاره اونجا، از ایران قرض بگیره، نمیدونم اینا، به جایی نمیرسید برای این کشورهای پرخرج اونطوری. این است که این دروغای شاخدار به درد هم نمیخورد. پدر جان، حقایق امور چیز دیگریست. گفتن که آقا این پولها رو برای چی میدهی؟ فرمودن که ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو در جهان بگیریم. علم میگوید این مرتیکه از افغانستان اومد، یه آقای اومده بود، هم هیرمند رو برد، هم 150 میلیون دلار پول نقد برد، چون گفت توده یا جمع شدن در افغانستان برای منطقه خطر دارد، پول بدهید ما با اینا مبارزه کنیم. اینها حقایق امور چیز دیگری است پدر جان. این داستان این نیست که شما هر چی دلتون بخواد بگویید و خورد مردم بدید. بعد اونجایی که نمیخواهد چیکار میکنه؟ قیچی میکنه بلافاصله. خب اینا که نشون میده حقایق اموره، اما اینا بخشی از حقایقه، بخشی از حقایقه. حالا
حالا بنده ندیدم، حالا وقتی که از این تلویزیون گوگوش چیزشو کردم بقیهش هم یه اسم دیگه داره البته، من یادم رفت میگم تلویزیون گوگوش، چون گوگوش دائم اونجاست شنیدم، خود تلویزیون هم مطلقا تا الان ندیدم داستانش چی هست اینا، ببینن تلویزیون گوگوش. باری این تلویزیون گوگوش کسانی که کار میکنن اونجا پیداست که حواسشون جمع، بلدن چی کار کنن، یعنی طوری چیز میکنن که یعنی ما داریم حقایق امور را میگوییم. مردم خونجگر از دست این آدم خاران آخوند هم مثل تشنگان این چیزها رو میپذیرن و آه میکشن و ناله میکنن و اینها، حتی بعض مطلعین هم به گمراهی میاندازن. خیلی هوشیارانه دراماتایز میکنن. آقا یک سیستمی بود ورشکست شد، چون ورشکست شد ورشکست شد، آقا مثل سیستم های همه سیستم های پادشاهی یا حکومت های دیگر ورشکست میشن، ورشکستگان به تقصیر بودن دیگه، ورشکسته به تقصیر هیچ دفاعی نداره، همه ما آوارگان خودخواهی های اون رژیم ورشکسته هستیم، اینجا نشستیم از وطن دوری. سپه بوداش، ارتش بوداش در دیارهای غریب گمنام تو این وضعیت فقیر اینا مردن، همه اینها قربانیان نبود آزادی بود در مملکت و ابطال قانون اساسی بود. حالا شما بیا فیلم رنگی درست کن، یه ورشکسته به تقصیر دیگه، به تقصیر ورشکسته شده، آقا خودشون هم اعتراف کردن دیگه، حالا شما دنبال چی میگردی؟ مردگان رو میخوای برگردونی؟ کلا به سر ایشون گذاشته بودن که این تانکای چیفتن بهترین تانکای دنیاست، قرازه ترین و گن ترین تانکی که تا حالا ساخته، تانک چیفتنه، 7 بیلیون 8 بیلیون پول بیچاره ملت ایران رو عوض تانک چیفتن. با تیمسار حاضر اعظم که جنرال تانک هست، جنرال زرهی، میگو ما اینا رو از اهواز میآوردیم بیرون مانور بدیم میشکستن، با تانکای M60 جنگ دوم آمریکا اینا رو تو میکردیم، تو میکردیم برمیگردونیم پادگان بره تعمیر. گرفتاری شدیم آقا، شما میخوای به تاریخ خدمت کنی؟ درست بگو، همه چیزو بگو. میخوای کلاهبرداری بکنی؟ تلویزیون گوگوشه میگن در کلاهبرداری هم آدم باید صادق باشه، میگه آقا من طرفدار اون چنین رژیم هستم، این چیزا خوب هم بوده، اینا رو میگم و بعدش هم نمیگم. خب